فروش بهمن 97، گزارشی از فعالیت‌های کانون‌های شورشی در سراسر میهن اشغال شده در بهمن ماه. کنفرانس بین المللی در بروکسل درباره تروریسم رژیم ایران، تهدید آن برای اروپا و سیاست درست در برابر تروریسم آخوندها. واشنگتن تایمز، خطاهای بوش و اوباما در مورد ایران، پاکسازی معضل را به ترامپ واگذار می کند. جورج بوش در یک قضاوت نادرست فاجعه بار مجاهدین را خلع سلاح کرد و باراک اوباما کاملا با رژیم همدست بود. اکنون این مسئولیت بر عهده دونالد ترامپ است که معضل ایجاد شده را پاکسازی کند. رئیس جمهور ترامپ به دلایل زیادی درست میگوید که جنگ عراق یکی از بزرگترین فجایع سیاست خارجی در تاریخ آمریکا بود. نتایج این عملکردها امروز کاملا مشهود است و این امر به آقای ترامپ واگذار شده تا این افتضاح را پاک کند. ضرب العجل FATF، هراس رژیم از به سر آمدن این زمانبندی در سه ماه اول سال 98. روزنامه سپاه پاسداران، ماجرای FATF و نظام به صورت کامل در کانال سیاسی بازی آمریکا افتاده و برای نظام خط و نشان کشیده است. کیهان خامنه‌ای با اشاره به باند روحانی تحت عنوان دنباله داخلی، کارگروه FATF به دنبال آن است تا با جا زدن این اقدام هیچ به عنوان امتیاز با کمک دنباله داخلی تصویب لوایح مرتبط با FATF را با هدف تسلیم نظام رقم بزند. واکنش باند روحانی با تاکید بر لزوم تن دادن به FATF، لازم است در مجمع تشخیص مصلحت نظام از سخنان کلیشه‌ای و شعارگونه پرهیز شود، زیرا جو جامعه ملتهب می شود و منافع نظام در تنش‌ها فراموش می گردد. حرکت‌های اعتراضی کارگران و معلمان، غارت شدگان و سایر اقشار مردم علیه سرکوب و چپاول آخوندی، سوز و گداز آخوند روحانی از تحریم‌های مالی و پولی. الان تحریم، بخش بزرگ این تحریم در ارتباطات پولی و مالی ما هست که ما می‌خوایم با دنیا ارتباط بانکی داشته باشیم، ارتباط مالی داشته باشیم، مشکل داریم.
معاون سازمان انرژی اتمی رژیم. در سال آینده به دلیل قیمت پایین فروش برق ما قادر به اداره نیروگاه اتمی بوشهر با شرایط موجود نخواهیم بود. عفو بین الملل. رژیم ایران با وضع قوانین و مقرراتی هر گونه فعالیت مدافعان حقوق بشر و سازمان‌های مدنی را جرم محسوب می‌کند. خبرگزاری بلومبرگ. چند روز بعد از هشدارهای اتحادیه اروپا، رژیم ایران یک کارخانه زیرزمینی موشک‌سازی‌اش را به نمایش گذاشت. کشورهای اروپایی بایستی طرح سازوکار ویژه مالی را کنار بگذارند. رویترز. یک مقام بلندپایه دولت آمریکا گفت ایالات متحده حدود 400 نیروی نظامی را در سوریه باقی خواهد گذاشت. سناتور لیندزی گراهام. باقی گذاردن نیروهای آمریکایی در سوریه تضمین خواهد کرد که داعش باز نگردد و رژیم ایران خلأ ایجاد شده را پر نکند. خروش بهمن، گزارشی از فعالیت‌های کانون‌های شورشی در سراسر میهن اشغال شده در بهمن 97.
مرگ بر خامنه‌ای. سالگرد 19 بهمن شهادت اشرف رجوی موسی خیابانی گرامی باد. بهمن 97 از زایدان قانون شورشی 155. اینجا بلوچستان است، شهرستان ایرانشهر. سالگرد 19 بهمن سال 60 شهادت اشرف رجوی و سردار موسی خیابانی پیشتازان انقلابی و آزادی مردم ایران گرامی باد. و ای موسی، ما ادامه دهندگان راه شما هستیم.
مسعود، ما برای انجام فرامین شما حاضر حاضریم. بخشی از سخنان سردار خیابانی: ممکن است ما را بکشند، ممکن است ما را زندانی کنند، اما مجاهدین از بین رفتنی نیستند. این پرچم اگر امروز از دستمان بیفتد، فردا دست دیگری آن را برخواهد گرفت. خواهان تغییر رژیم حاکم بر ایران هستیم. ویوا مریم رجوی. Freedom and democracy with مریم رجوی. ویوا مریم رجوی. درود بر مریم رجوی. زنده باد ایران، زنده باد آزادی.
دموکراسی آزادی با مریم رجوی. مریم رجوی یس ویوا مریم رجوی ویوا مریم رجوی وی د ایرانیان یوت سپورت مریم رجوی ایران مریم مریم ایران فریدم اند دموکراسی وید مریم رجوی. رجوی رجوی ایران دموکراسی آزادی با مریم رجوی. Thank you.
رجوی. کنفرانس بین المللی در بروکسل درباره تروریسم رژیم ایران، تهدید آن برای اروپا و سیاست درست در برابر تروریسم آخوندها. Merci beaucoup. Je vais essayer de résumer le rapport que l'ESIS, le centre que je dirige, a publié sur les récents incidents. کلود مونیکه، سخنران دیگر کنفرانس بین المللی بروکسل، سخنانش را با ارائه خلاصه ای از گزارش مرکز اطلاعات استراتژیک و امنیت اروپا که وی ریاستش را بر عهده دارد در رابطه با عملیات تروریستی اخیر رژیم ایران در اروپا آغاز کرده. کلود مونیکه ضمن توضیح این که تروریسم از 40 سال پیش با حکومت آخوندی عجین بوده به اهداف رژیم از دست دادن به اقدامات تروریستی پرداخت و گفت رژیم ایران از تروریسم برای پیشبرد برنامه سیاسیش در خاورمیانه و گسترش تأثیر خود بر منطقه استفاده می کند. رژیم ایران همچنین از تروریسم برای از بین بردن اپوزیسیونش در داخل و خارج مرزهایش استفاده می کند. کلود مونیکه سپس به بازوهای اجرایی تروریسم رژیم ایران پرداخت و در ادامه با طرح این سوال که چرا حکومت ایران در شرایطی چنین حساس رو به عملیات تروریستی آورده است افزود. Problème interne de l'Iran, une inflation invraisemblable de centaines de pourcents par an qui fait que l'opposition, que la rue s'organise, que la rue se révolte et que l'opposition et en particulier le MEC et le CNRI qui sont les deux principales forces, enfin qui sont la principale force d'opposition à l'Iran et celle qui peut structurer toute l'opposition doit absolument être éradiquée de manière à ce que cette opposition intérieure n'ait pas de soutien et de relais à l'extérieur des frontières de l'Iran. C'est un objectif stratégique pour le régime. کلود مونیکه یادآوری کرد که سیاست مماشات با یک حکومت تروریست که متکی بر عقب مانده ترین اقشار یک جامعه است نتیجه عکس خواهد داد. وی سپس به راه حل ها پرداخت و گفت Il est clair qu'aujourd'hui, le moment est venu parce que nous avons des éléments clairs, nous avons un dossier, nous avons pour la première fois un diplomate iranien de rang important qui est en prison dans un pays européen pour avoir participé à un complot terroriste qui devait avoir lieu sur le sol européen. C'est quand même pas rien. Nous avons la possibilité d'exercer une forte pression sur les autorités européennes et sur les autorités nationales pour obtenir de véritables sanctions contre l'Iran. Peut-être, certainement, l'expulsion des officiers de renseignement qui ont été identifiés, peut-être la fermeture de certaines ambassades, pourquoi pas, et puis bien entendu demander à nos autorités de conditionner tout dialogue politique, toute relation politique avec l'Iran à une observation stricte et un respect strict des droits de l'homme, ce qui n'est évidemment pas le cas aujourd'hui, et bien entendu à une fin immédiate de toute activité terroriste et de toute activité dirigée contre les intérêts européens ou contre les intérêts de réfugiés politiques ou d'opposants iraniens vivant en Europe. Je vous remercie. Thank you for giving me this opportunity.
I'd like to concentrate on a single point today, and that is state terrorism. فرزین هاشمی، سخنران دیگر کنفرانس بین المللی بروکسل، به منظور بررسی تهدیدات روزافزون تروریسم دولتی رژیم آخوندی در سالن رزیدانس پالاس بود. وی طی سخنانی اطلاعات جدیدی در مورد تهدیدات تروریستی توسط رژیم آخوندی ارائه کرد. فرزین هاشمی گفت همه اطلاعات نشان می‌دهند که فعالیت‌های تروریستی که توسط رژیم ایران هدایت می‌شود، مقدمتاً توسط نیروی قدس که بخشی از سپاه پاسداران است، وزیر اطلاعات و امنیت و با همکاری وزارت خارجه انجام می‌شود. به این ترتیب هر سه آنها درگیر این فعالیت‌های تروریستی هستند. نیروی قدس عمدتاً در خاورمیانه فعال است، ولی وزارت اطلاعات بازیگر اصلی در اروپا است. و فعالیت‌های تروریستی سال 2018 که با افزایش تعداد توطئه‌های تروریستی توسط رژیم ایران برجسته شده، تماماً توسط وزارت اطلاعات صورت گرفته است. فرزین هاشمی افزود، But our latest information from inside the regime related to the terrorist plot against the Iran gathering, Iran Freedom Gathering back in 30th of June 2018 indicates that Reza Amiri Moqaddam, who is a deputy at the Ministry of Intelligence, was the mastermind of this terrorist plot. He traveled from Tehran to Vienna prior to the operation, met with Asadullah Asadi, the so-called Iranian regime's diplomat, head of the intelligence station of the regime in Vienna, and he coordinated the attack with Asadi, who is at the moment in jail in Belgium waiting for trial, and then returned to Iran. So you will see at the highest level, Reza Amiri Moqaddam was also the head of Iranian regime's delegation in the third round of their negotiation with the United States in Iraq back in 2008. So you will see high-ranking officials of the MIS also working closely with the Ministry of Foreign Affairs, heading diplomatic missions, and at the same time being engaged directly in preparation and conducting of terrorist activities. The operation in Paris, in the suburb of Paris, is a clear example of the coordination of these different agencies in Iran and the fact that the decisions are made at the highest level of the regime. While the MIS conducted the operation, the Ministry of Foreign Affairs provided the logistics for the operation to be conducted. فرزین هاشمی سپس با یادآوری روش‌های رژیم برای فعالیت‌های تروریستی از جمله استفاده از پاسپورت‌های دیپلماتیک برای سفر سرکردگان نیروی تروریستی قدس و وزارت اطلاعات را تشریح کرد و در ادامه نمونه‌هایی از دست داشتن the IRGC, and all those individuals who have been engaged in acts of terrorism. And it is also time for the European Union to listen to the people of Iran. The people of Iran over the past year have been chanting in the streets, hardliners, reformists, the game is over. They should listen to the Iranian people and put an end to this notion or illusion that there are two different factions in Iran, one responsible for these terrorist activities and one is not. These terrorist activities are conducted by the entirety of the regime and is approved by the supreme leader. I thank you very much. All right. So, thank you very much. که مدیریت کنفرانس بین المللی بروکسل را بر عهده داشت، در سخنان پایانی خود نتیجه گیری کرد. After all we have heard in this conference, one conclusion is clear. The appeasement policy applied to the relations between European Union and the totalitarian regime of the Iranian mullahs has not worked. It has been counterproductive and
It is time to change it. We need a common European policy to deal with the Iranian threat based on firmness, diplomatic and economic pressure, a clear commitment to human rights, and a strong support to the Iranian democratic opposition, and in particular to the National Council of Resistance of Iran, led by Mariam Rajavi. When something does not work, it is not wise to continue along the same line. Let's hope that the next European Commission and the next High Representative for Common Foreign and Security Policy will understand this evident truth and build up a new strategy for Iran that will replace cowardice by courage, falsity by truth, short-term interest by long-term vision. The Iranian people have too long been subjected to terror, suppression, and corruption. And we must do whatever in our hands to bring them what they deserve: freedom, democracy, good government, and prosperity. Thank you. Thank you. با سلام، اخبار این ساعت را ادامه می دهیم. واشنگتن تایمز طی مقاله‌ای با عنوان خطاهای بوش و اوباما در مورد ایران، پاکسازی مضر را به ترامپ واگذار می کند نوشت: جورج بوش در یک قضاوت نادرست فاجعه بار مجاهدین را خل سلاح کرد و باراک اوباما کاملا با رژیم ایران همدست بود. اکنون این مسئولیت بر عهده دونالد ترامپ است که معضل ایجاد شده را پاکسازی کند. روزنامه واشنگتن تایمز در مطلبی درباره اشتباهات جورج بوش و باراک اوباما، دو رئیس جمهور آمریکا از دو حزب جمهوری خواه و دموکرات در قبال ایران و حکومت آخوندی می نویسد: وقتی به رژیم ایران می رسد، جورج بوش پسر خیلی اشتباه کرد و باراک اوباما کاملاً با این رژیم همدست بود. اکنون این مسئولیت بر عهده دونالد ترامپ است که معضل ایجاد شده را پاکسازی کند. واشنگتن تایمز نوشت: شما شاهد بودید که طی دهه گذشته یک ارتش بزرگ شورشی در مرز ایران با عراق ساخته شده بود که به صورت امنی در داخل سرزمین عراق مستقر بودند. آنها عراقی نبودند. آنها تبعیدیان ایرانی وطن پرست، یعنی مجاهدین خلق ایران بودند. واشنگتن تایمز با اشاره به سلسله عملیات ارتش آزادی بخش ملی ایران یادآوری می کند: این ارتش در یک حمله نظامی بیش از 60 مایل به داخل ایران نفوذ کرد. هزاران تن از نیروی رژیم ایران را اسیر کرده و زرهی های متعددی را به غنیمت گرفته و 55,000 تلفات به این رژیم وارد کرده بود. واشنگتن تایمز سپس با اشاره به روی آوردن رژیم آخوندی به 120,000 اعدام و بسیج شیطان سازی برای از میان برداشتن مجاهدین می‌افزاید: بسیج رژیم ایران برای از بین بردن آنچه به آن به عنوان تهدید کشنده مینگریست تمام نشده بود که تنش‌ها بین واشنگتن و دولت وقت بغداد به اوج خود رسید، وقتی که ائتلاف به رهبری آمریکا عراق را در سال 2003 اشغال کرد. مقامات به صورت علنی اظهار می‌کردند که مقرات مجاهدین در شرق عراق به عنوان لطفی به آخوندها بمباران می‌شدند. اما مجاهدین حتی وقتی با بمب‌های 500 پوندی بمباران می‌شدند، هرگز یک گلوله در عصبانیت از نیروهای آمریکایی شلیک نکردند. ولی جورج بوش در یک قضاوت نادرست فاجعه بار مجاهدین را خلع سلاح کرد، ظاهراً با یک امید اشتباه که میان روها در تهران
ممکن است در یک معامله صدور ترور را متوقف کنند. با این اشتباه بهترین فرصت آخر برای به چالش کشیدن مستبدین در تهران دور انداخته شد. با اثر راه برداشتن مجاهدین، رژیم ایران برای ایجاد بدبختی بیپایان در عراق پیشروی کرد و با کمک به گروه‌های شبه نظامی ضد آمریکایی علیه آنها بمب‌گذاری کرد. واشنگتن تایمز در ادامه می‌نویسد: وقتی هم که رئیس جمهور اوباما در سال 2009 نیروهای جنگی آمریکا را از عراق بیرون کشید، نیروهای رژیم ایران و شبه نظامیان تحت حمایت این رژیم خلأ قدرت به وجود آمده در عراق و سوریه را پر کردند. بعد از اینکه نیروهای آمریکایی خارج شدند، نیروهای بی‌دفاع مجاهدین در عراق در معرض حملات نیروهای ویژه عراقی و حملات موشکی که توسط رژیم ایران پیش برده می‌شد قرار گرفتند. رئیس جمهور ترامپ به دلایل زیادی درست می‌گوید که جنگ عراق یکی از بزرگترین فجایع سیاست خارجی در تاریخ آمریکا بود. نتایج این عملکردها امروز کاملا مشهود است و این امر به آقای ترامپ واگذار شده تا این افتضاح را پاک کند. رژیم ایران همکنون آرزوی دستیابی به یک پل زمینی را دارد که نیروهای نیابتی خود را از تهران تا دمشق تامین کند. اما سرانجام ما در آمریکا یک رئیس جمهوری داریم که مشکل را به درستی تشخیص داد. بگذارید امیدوار باشیم که وی شکیبایی ارائه درمان را داشته باشد. با گزارشی از واکنش‌های هراسان مهره‌ها و رسانه‌های حکومت آخوندی از ضرب الاجل جدید ارگان بین‌المللی مقابله با پولشویی، اخبار این ساعت را ادامه می‌دهیم. حکومت آخوندی که ضرب الاجل 4 ماهه FATF به رژیم را شکستی دیگر در مسیر نافرجام برجام می‌بیند، در تنگنای تحریم‌ها از به سر آمدن این زمانبندی در 3 ماهه اول سال 98 و پیامدهای آن هراسان شده است. روزنامه جوان وابسته به سپاه پاسداران می نویسد ماجرای FATF و نظام در این مدت به صورت کامل در کانال سیاسی بازی آمریکا افتاده و به همین جهت هم لحن بیانیه این هفته FATF کمی تندتر از گذشته بوده و تنها مهلت 4 ماهه به ایران نداده، بلکه برای نظام این خط و نشان را هم کشیده که اگر نظام به درخواستهایش عمل نکند و به خصوص آن دو لایحه را تصویب نکند، شعب بانک‌هایش تحت نظارت دقیق‌تری قرار می‌گیرند. این روزنامه با نگرانی از تنگ‌تر شدن حلقه تحریم‌ها افزوده است، مسئله بر سر این است که اروپا در گیرودار تحریم‌های آمریکا و فشار ناشی از این تحریم‌ها بر نظام چه می‌کند تا استفاده ابزاری آمریکا از FATF مبدل به فشار مضاعف بر تحریم نشود و آخرین رمق را از برجام نگیرد. کیهان خامنه‌ای نیز با عنوان درشت مهلت 4 ماهه FATF برای تسلیم ایران در صفحه اول خود نوشته است این کارگروه به دنبال آن است تا با جا زدن این اقدام هیچ به عنوان امتیاز با کمک دنباله داخلی تصویب لوایح مرتبط با FATF را با هدف تسلیم نظام رقم بزند. کیهان افزود تمدید تعلیق ایران توسط FATF در حقیقت خرید زمان برای موافقان پیوستن به این سازمان در داخل کشور است. کارگروه ویژه اقدام مالی در نظر دارد تا با خرید زمان حامیان FATF بتوانند برای جاده صافکنی تصویب لوایح خسارتبار مرتبط با FATF بیشتر مانور دهند. از سوی دیگر، باند روحانی ضمن حمله به مخالفان لوایح تهدید انفجاری اجتماعی در اثر تنگنای معیشتی را به آنها گوشزد می کند. حسام الدین واعظ‌زاده از کارگزاران این باند می گوید در مجمع تشخیص مصلحت نظام از سخنان کلیشه‌ای و شعارگونه پرهیز شود، زیرا جو جامعه ملتهب می شود و منافع نظام در تنش‌ها فراموش می گردد. محسن صفای فراهانی یک کارگزار دیگر باند روحانی نیز با اشاره به جو انفجاری جامعه هشدار می‌دهد امروز مسئله تحریم‌های آمریکا بیشترین فشار را به ملت وارد می‌کند. نبایستی شرایط را برای فشارهای بیشتر به اقتصاد ایران فراهم نمود. در شرایط حاضر هر گونه فشار اقتصادی اضافی بر کشور می‌تواند آثار جبران ناپذیری بر نظام داشته باشد.
روزنامه حکومتی سیاست روز هم با نگرانی از شقه درونی نظام در اثر اختلاف بر سر FATF نوشته است سردمداران این کنوانسیون‌های مشکوک تلاش می‌کنند تا به بهانه مهلت جدید به جمهوری اسلامی تلاش‌های خود را برای ایجاد انشقاق بین مردم و مسئولان و احزاب و طیف‌های مختلف سر و سامان دهند. ادامه خبرها از سیمای آزادی، تلویزیون ملی ایران. آخوند روحانی بار دیگر از فشار تحریم‌های مالی و پولی روی رژیم سوز و گداز کرد و ضمن اعتراف به بی‌ثمری ترفندهای حکومت آخوندی گفت ما تو زمان جنگ ماها و ماها تلاش شد که یه نوع موشکی رو ببریم رو هواپیما سوار کنیم. همه کارا شد، وقتی رفتیم شلیک کنیم دیدیم یک اشکال بزرگ بودی که از اول ما متوجه نشدیم. چون موشک هوا به هوا نبود، این متخصصین ما نمیدونستن وقتی این موشک روشن میشه حرارتش میزنه به هواپیما و هواپیما صدمه میبینه. این موشک فرق میکنه با اون موشکی که هوا به هوا از اول ساخته شده. یه چیزایی ما هست که باید با فناوری به هر حال در آینده با این تحریم جنگیده بشه. الان تحریم بخش بزرگ این تحریم در ارتباطات پولی و مالی ما هست که ما میخواییم با دنیا ارتباط بانکی داشته باشیم، ارتباط مالی داشته باشیم، مشکل داریم. این رو به هر حال فناوری یه روزی حل خواهد کرد. البته امروز هم فناوری هایی در این زمینه هست، حالا مورد بحث، مورد شبهه است که چقدر میتونیم اعتماد کنیم. اکنون گزارشی داریم از اعتراضات غارت شدگان مؤسسات حکومتی و حرکت‌های اعتراضی سایر اقشار به سطوح آمده از چپاول و ستم رژیم که توجه شما را به آن جلب می‌کنیم. کارگران کارخانه روغن نباتی جهان زنجان در اعتراض به پرداخت نشدن 8 ماه حقوقشان برای 8 روز در مقابل استانداری رژیم در زنجان تجمع کردند. تجمع مال باختگان سکه سامن امروز غارت شدگان مؤسسه سکه سامن روز شنبه 4 اسفند در اعتراض به غارت دارایی‌هایشان در مقابل بانک مرکزی رژیم در تهران تجمع کردند. نیروهای سرکوبگر انتظامی به این تجمع حمله کردند و تجمع کنندگان با نیروی انتظامی درگیر شدند. درگیری نیروها با مالباختگان سامن. غارت شدگان مؤسسه کاسپیان وابسته به سپاه پاسداران در ایلام در مقابل دفتر این مؤسسه غارتگر تجمع کردند. معترضین شعار می‌دادند کاسپیان غارت کرده، دولت حمایت کرده. دولت حمایت کرده. دولت حمایت کرده. معلمان حق و تدریسی شهرستان البرز در استان قزوین روز شنبه 4 اسفند ماه در اعتراض به پرداخت نشدن 9 حق و تدریس و اضافه کار خود دست به اعتصاب زده و از حضور در کلاس های درس خودداری کردند. پرسنل آتش نشانی آبادان در اعتراض به پرداخت نشدن حقوقشان در مقابل فرمانداری رژیم در این شهر تجمع کردند. اهالی روستای خلیفه حیدر از توابع شاور در اعتراض به استخدام غیر بومیان در مقابل شرکت نیشکر میان آب دست به تجمع اعتراضی زدند. سردبیری خبرگزاری بلومبرگ در مطلبی نوشت کشورهای اروپایی بایستی طرح سازوکار ویژه را کنار بگذارند و از دردسرهایی که آمریکا ایجاد خواهد کرد در امان بمانند. به خلاصه ای از این مطلب توجه فرمایید. سردبیری خبرگزاری بلومبرگ در مطلبی با عنوان اروپا نمیتواند به نوازش رژیم ایران ادامه بدهد نوشت ایجاد سازوکار ویژه برای دور زدن تحریم‌های آمریکا یک ایده بدخواهانه است. بلومبرگ افزود
اتحادیه اروپا تلاش دارد در رابطه با تحریم‌های آمریکا علیه رژیم ایران دو جایی خوری کند. از یک طرف در وحدت با دولت ترامپ در رابطه با تهدید فزاینده جمهوری اسلامی بر سر تهدید علیه ثبات در خاورمیانه و سایر رفتار غیر قابل قبول آن ابراز نگرانی می‌کند و در همین زمان رهبران اتحادیه اروپا تلاش‌های کشورهای عضو در دور زدن محدودیت‌های آمریکا را نادیده می‌گیرند تا رژیم ایران را مطمئن سازند تجارت می‌تواند با وجود تصمیم آمریکا به خروج از برجام ادامه داشته باشد. این استراتژی اما حتما به شکست می‌انجامد و دولت ترامپ با چنین اقداماتی فریب نمی‌خورد. خبرگزاری بلومبرگ با یادآوری اینکه چند روز بعد از هشدارهای اتحادیه اروپا علیه فعالیت‌های موشکی، رژیم ایران یک کارخانه زیرزمینی موشک‌سازی‌اش را به نمایش گذاشت، نوشت کشورهای اروپایی بایستی طرح سازکار ویژه را کنار بگذارند تا از دردسرهایی که آمریکا ایجاد خواهد کرد در امان بمانند. کمال وندی سخنگوی سازمان انرژی اتمی رژیم اعلام کرد که نیروگاه بوشهر در هفته جاری برای تعویض سوخت و تعمیرات از مدار خارج می شود. اما ادامه فعالیت آن برای سال آینده مشخص نیست. وی گفت مطالبات پیمانکار برای تعمیرات سال قبل به طور کامل پرداخت نشده و با رقم بودجه ارائه شده فعلی تکلیف این نیروگاه برای سال آینده هم مشخص نیست. در همین حال احمدیان معاون سازمان انرژی اتمی رژیم اعتراف کرد به دلیل اقتصادی نبودن تولید برق از طریق نیروگاه اتمی بوشهر این نیروگاه در سال آینده قادر به ادامه کار نخواهد بود. احمدیان معاون سازمان انرژی اتمی رژیم گفت افزایش شدید نرخ ارز در سال جاری، مشکلات متعددی مانند کمبود منابع مالی به منظور تأمین سوخت، خرید قطعات یدکی و غیره را برای نیروگاه اتمی بوشهر ایجاد کرده و در سال آینده به دلیل قیمت پایین فروش برق ما قادر به اداره این نیروگاه با شرایط موجود نخواهیم بود. روز پنجشنبه روزنامه حکومتی آرمان نوشت هزینه تولید برق در نیروگاه اتمی بوشهر چندین برابر هزینه شیوه‌های دیگر تولید برق است. هزینه تولید برق کشور به طور متوسط کیلوواتی 100 تومان است. حال پرسش اینجاست قیمت برقی که نیروگاه هسته‌ای بوشهر تولید می‌کند نیز کیلوواتی 100 تومان تمام می‌شود؟ قطعاً این مبلغ نیست و چندین برابر 100 تومان هزینه می‌شود. یک مقام بلندپایه دولت آمریکا به خبرگزاری رویترز گفت ایالات متحده حدود 400 نیروی نظامی را در سوریه باقی خواهد گذاشت. رویترز نوشت این چرخشی توسط دونالد ترامپ است که راه را برای باقی نگه داشتن نیرو در سوریه توسط متحدان آمریکا هموار می‌کند. این مقام گفت 400 نیروی آمریکایی در دو منطقه این کشور تقسیم می‌شوند و حدود 200 تن از آنها در تنف در نزدیکی مرز عراق و اردن باقی خواهند ماند. روز جمعه کاخ سفید در بیانیه اعلام کرد این تصمیم روز پنجشنبه بعد از تماس تلفنی بین رؤسای جمهور آمریکا و ترکیه اتخاذ شد. در این تماس دو طرف توافق کردند که به کار با یکدیگر برای ایجاد یک منطقه امن ادامه دهند. سناتور لینزی گراهام از تصمیم دولت آمریکا استقبال کرد و نوشت باقی گذاردن نیروهای آمریکایی در سوریه تضمین خواهد کرد که داعش باز نگردد و رژیم ایران خلأ ایجاد شده را پر نکند. آخرین خبر این ساعت. عفو بین الملل در گزارشی نوشت رژیم ایران هر گونه فعالیت مدافعان حقوق بشر را جرم می داند. روز پنجشنبه سازمان عفو بین الملل در گزارشی با عنوان قوانینی که برای تحمیل سکوت وضع شده درباره قوانین سرکوبگرانه حکومت آخوندی می نویسد جمهوری اسلامی متهم است که با وضع قوانین و مقرراتی عملاً سازمان‌های مردم نهاد را سرکوب می‌کند و با وضع قوانینی عملاً هر گونه فعالیت مدافعان حقوق بشر و سازمان‌های مدنی را جرم محسوب می‌کند. عفو بین‌الملل می‌افزاید مقام‌های رژیم ایران بارها با استفاده از برخی مواد قانون مجازات اسلامی که معنا و دامنه مبهم دارند
مانند اقدام علیه امنیت ملی، تجمع به قصد تبانی علیه امنیت ملی و عضویت در گروه مخالف امنیت ملی جامعه مدنی را سرکوب کردند و با استفاده از آنها بازداشت‌های خودسرانه را مشروع جلوه دادند. در احکام قضایی که جلوی تأسیس یا فعالیت آزادانه نهادهای حقوق بشری را گرفته یا تشکل‌های قبلی را منحل کرده، عمدتاً به همین قوانین استناد شده است. بینندگان عزیز، اخبار این ساعت را پس از پخش عناوین خبرها به پایان می‌رسانیم. خدا نگهدار همه شما.